درود خدمت کسایی که روی این ویدیو کلیک کردین. اگر میخواین قسمت قبلی این مصاحبه رو ببینید لطفا او بالا رو کلیک کنین تا گفتگوی من با مصطفی صمدی بشنوید. اتفاق افتاده که سنگ جلوی پایم گذاشتن به اصطلاح که من نتونم و من به سختی های بسیار زیاد تونستم بالاخره ساینس بگیرم و دانشگاه باشم. چندین مرتبه مداره که من رد شد قبول نکردن و بالاخره میدونم سخته. اما سوالی که مدارم اینه که خب مدرک بیانس گرفتی، اما سوالی که مدارم اینه که در مورد تاییدی اسناد تو مدرک گرفتی، خب مدرک ساینس گرفتی، چگونه تونستی با مدارکی که از هرات یا از افغانستان داشتی وارد دانشگاه آلمان بشی؟ در مورد تاییدی اسناد و یا برابر ساختن اسناد، خب اسناد آلمانی صحبت بکن. من تقریبا فکر کنم اواسط 2016 بود، یک مرکز هست به آلمان به خود بونه، ولی نیاز نیست کسی که مثلا میخواه به قول معروف معادل سازی بکنه، در فارسی میگه معادل سازی کنه مدرک خوده، میفرسته به اونا. قبل از اینکه بفرسته البته یک وبسایتی هست به نام انابین. معذرت میخوام، میشه این لینک هایی که گفت موارد که میگه لینک هایش هم برای ما بفرستید در بخش دیسکریپشن بگذارم تا دوستا استفاده بکنن از کورس هایی که گفتی، از دانشگاه ها و غیره. از من کار ممنون. این دیتابیس یا به نام انابین، انابین در حقیقت لیست دانشگاه هایی که در آلمان مورد پذیرشه، یعنی حتی مکاتب و اینا. یعنی مثلا تو اگر دانشگاه هرات خوندی، کدو دانشکده خوندی، اینا لیست اونجا هست. به معنی که اسامی راحت در اینترنت پیدا میشه. مثلا دانشگاه هرات جز از او چیا هست، از او گزینه هست. دانشگاه هرات جز از اینا بود. دیگه من تماس گرفتم با اونا، یک فرم بود خونه پوری کردم، بهم گفتن مدرک اصلی بفرست. مدرک اصلی فرستادم، گفتن دو هفته بعد خبر میدن. دو هفته بعد خبر دادم اوکی قبول شده، بعد 200 یورو پول واریز کنی. 200 یورو پول واریز کردم و مدرک بسته به این که از کدوم دانشگاه و از کدوم دانشکده فارغ شدی. گاهی وقتا ممکنه که تو 8 سمستر لیسانس خونده باشی، 8 سمستری که در افغانستان خوندی معادل 8 سمستری قبول میشه که تو در آلمان مثلا یک کسی دیگه لیسانس داره. ولی گاهی وقتا جبرانی، مثلا تو 2 سمستر بعد جبرانی بخونی، مثلا من 2 سمستر بعد بیشتر بخونم، مثلا چند کردی بیشتر باید بخونم. و این مسئله. حالا مثلا شاید بس بعضیا بگن 200 یورو من از کجا بیارم یا این مسائل اینا. در مورد 200 یورو خیلی جالبه. خب البته من تجربه داشتم. بگو در مورد 200 یورو چیکار کردی؟ باز 200 یورو از جیب خودت دادی، راه برش پیدا کردی؟ من که از جیب خود دادم، چون من خیلی وارد نبودم و اینا، نه با همین کارا خودم با انگلیسی پیش بردم. بعدها یک دوست دیگه از من در همین مورد مشوره خواست، گفتم و او برام گفت که من 200 یورو از طریق اگنتور فراغ باید تونستم نقد کنم، به شرطی که آدم قبلا یعنی تو... به جریان بگذاره و بگه که من میخوام به این پول بدم، حتما پولش میتونه دریافت بکنه. دقیقا. دیگه مدرک محمد بر علاوه مدرکی که میفرستن دو سه برگه دیگه میفرستن، مینویسن دیگه که ما این سند خودت هم داری، احتمالا سند مصطفی صمدی که در افغانستان در دانشگاه هرات مثلا اقتصاد خونده، سند 8 سمستر قبول شده، مدل لیسانس قبول شده، یا اینکه نه قبول نشده، یا اینکه 3 سمستر و 4 سمستر قبول شده. واسه چیکار شد؟ دیگه واسه من لیسانس آلمانی قبول شد. و دلیل هم میتونه ای باشه که چون دانشکده اقتصاد دانشگاه هرات با آلمان ها در ارتباطه، من فکر میکنم یک از دلایل اینه. البته برای من جالبه اینا. چون اونجا ما رشته‌های مثل ثقافت میخوانیم، تاریخ هم رشته‌های فرعی میخوانیم، یکی چند کردیت میخوانیم. مثلا از من اونا رو حساب نکردن، من مجبورم به خاطر از اون چند کردیت زیادی بخونم برای ماستری قبل از اینکه ماستری رو شروع بکنم. در مورد تو برای من مثلا جالبه، شاید به خاطر اینکه آلمان‌ها ارتباط دارن با دانشکده. یک اون میتونه باشه، یک دیگه هم خب ما به همین به آلمان مثلا در افغانستان هم ما نداریم، حالا سیستم کردیت میگن هست ولی نامش مثلا هست. ما والفلیش هم والفلیش داریم، ما هم فلیش مدول داریم. یعنی والفلیش مدول تو میتونی انتخاب کنی مثلا کدوم مدول و کدوم سمستر بخونی. دقیقاً به همین خاطر چی شاید اینا مثلا چیزایی داره، مثلا اونا جزء فلیش مدولام نبوده، شاید به این خاطر هم قبول شدن. ثقافت جزء فلیش نیه و در هرات
تو باید بخونید. ولی مجبورین شما مثلا یک مدلی که نمیخواین هم بخونین. پس آدم میتونه به گفته خودت ماستری بگیره و وارد دانشگاه بشه بدون اینکه حتی اقامت داشته باشه؟ چون من تا حالا متوجه نشدم که تو اقامت گرفته بودی که ماستری رو شروع کردی یا نه، و اگر بله، آیا بدون اقامت هم میتونه آدم به ماستری شروع بکنه به نظر تو با اعتباراتی که داری، معلوماتی که داری؟ بدون اقامت هم آدم میتونه ماستری شروع بکنه 100%. اما من وارد دانشگاه که شدم برای کلاس اقامت نداشتم، ولی وقتی که ماستری شروع شد من 2018 شون ماستری شروع کردم، وقت اقامت داشتم دیگه، ولی هیچ نقش نداره. شما اگر مثلا همین اسوایس به قول معروف 6 ماه هم که داشته باشن، کمترین یا همینه که هر 6 ماه تمدید میشن دلدنگ معمولا، اگر ایران داشته باشه میتونه درس بخونه، چون پروگرامایی که به قول معروف برای فلوشتلینگه یا برای فلوشتتار یا رفیوجی ها داره زیاده دانشگاه. من 4-5 سال پیش، حالا جالبه تو بگم، میخوام بگم که هنوز موقعیت ها زیاده. 4-5 سال پیش به یک از دانشگاه برلین بود درخواست مثلا کلاس آلمانی داده بودم، هم اوائل هنوز که هنوز مثلا گاهی وقتا ایمیل میزنم برام که تو میخوای به کلاس شرکت کنیم، چون کلاس به آینس که شروع میشه، به سوای که شروع میشه، آینس که تو سمس گرفتی و ماستری گرفتی. دقیقا میخوام بگم هنوز هم هست این موارد. بخش معمولا بخش اینترنشنال دارن همه دانشگاه، یا بخشی در که به رفیوجی ها کمک میکنن و فراوانه. باز اگر خواستم لینک هوخشله آنهالت را میدونم، این دانشگاهی که من درس خوندم، حتما خوشحال میشم. لینک های تمام لینک هایی که میفهمیم به غیر کمک میکنه بریم و بفرستیم، ما در بخش دیسکریپشن این ویدیو بگذاریم تا به غیر کمک بکنیم توسط این ویدیو و توسط تجربه های تو. باشه، حتما میفرستم. و خیلی اینا مثلا حالا دانشگاه زیادی هم، ولی دانشگاه خودم تجربه دارم، خیلی خیلی کمک میکنن. کوتاه یک سوال دارم مصطفی، اول بگو چند ساله ای؟ من با اجازه شما 29. اجازه ما. خب سن و سال چقدر تاثیر داره برای اینکه بعضی مشکلات جلو رو آدم باشه و یا بعضی از سوالات ها جلو رو آدم باشه؟ ببینیم بعضی چیا هست. سن و سال این که مثلا از لحاظ انگیزشی اگه خواسته باشی اول فعلی، نه منظورم اینه که از لحاظ اینکه قانون شرایطی که قانون پیش پای آدم میگذاره در آلمان، انگیزه رو آدم میتونه 10 ساله هم باشه داشته باشه یا 50 ساله هم باشه داشته باشه یا برعکس. ها قانون، از لحاظ قانونی اگه ببینی، چون کسایی که درس میخونن خودت در جریان هستی، مجبورن که پناهنده که اگر باشن مجبورن که بافوق بگیرن. دقیقا. و وقت بافوق میگیری فکر کنم برای دوره لیسانس زیر 30 سال باید باشه؟ تو اگر 30، دقیقا، بالای 30 باشی بافوق سخت تر بگیری. نمیخوام بگم نمیشه بگیری، قانونیه که نمیگیری. ولی به خاطر پناهجو بودن امکان هست که بدن و اینا. برای دوره ماستری زیر 35 باید بشی که بتونی بگیری، بافوگر بتونی بگیری. همین مسائل هست دیگه. دیگه مثل مسئله خاص مثلا از لحاظ قانونی که مثلا بگم این محدودیت طبق قول آلمانی همین انفردگونگ که تو باید داشته باشی چیز خاص وجود نداره. حالا مثلا بعضی شاید بگن که مثلا خب من لیسانس 10 سال پیش خونده بودم، حال دوباره نمیشه ماستری شروع کنم اینا. این چیزا شخصیه. مثلا من خودم 2013 فارغ شدم، 2018 شروع کردم، 5 سال اختلاف بود بین در قدم بچلر و بین ماستری که دوباره خوندم که خوندم. اجازه شخصی، اما محدودیت خاص وجود نداره. برحال بعد این هم قبول کنه، من نمیخوام بگم که مثلا امیت به همه گی بگم برن درس بخونن، زبان بخونن. حتی برای کسایی که نمیخوان دانشگاه بخونن کلاس زبان بخونن، حتی تا ساعت ساینس بخونن. چون چرا؟ زبان کلید وارد شدن به یک جامعه. اینایی که مثلا میگم این من انتگریت شدم، نفهم انتگراسیون خیلی کمک کرده، ادغام شدم، اینا همه گی چرته. تو ما که اومدیم به آلمان، حالا یا هر جامعه دیگه، تنها به همین نیست که ما از آب و هوای خوب استفاده کنم و با شورتک داخل مثلا سرک بتونم راه بریم. ادغام نیست. زبان تو به فرهنگ، تو به فرهنگ یک جامعه وقت وارد. حالا من نمیخوام به اینا هم گیر بدم، اینا هم خودم چل ورق میشن، ایرادی نداره. اما تو به وقت نمیتونی به فرهنگ مردم وارد بشی، به یک جامعه وارد بشی که زبان رو بشناسی.
چون زبان نشناسی نمیتونی رادیو گوش کنی، نمیتونی تلویزیون گوش کنی، هیچ رسانه‌ای نداری، نمیتونی خوب و خراب تفکیک بکنی، راه درست و اشتباه نمیتونی پیدا بکنی. فقط میتونی بری سوپرمارکت کارتوفل بخری، یک بوتل بیر بخری، تمام، اگه زبان بلد نباشی. خیلی خوب. فقط تنها محدودیتی که من فکر میکنم داشته باشه، شاید به من موافق باشی، تنها محدودیتی که کسایی که اقامت نداشته باشن یا سن سالشان بالا باشه، که البته مورد سن سال هم میتونه استثناء باشه، حتمی نیست، فقط کسایی که اقامت نداشته باشن تنها مشکلی که ممکنه جلوی راهشان بیه که بافوق نگیرن، ولی راههای دیگه حتما وجود داره برای حمایت مالیشون. قبول داری؟ خیلی راه فراوان وجود داره. بخاطر چی؟ من خودم چیز حدود 6 ماه به یکی از سوسیال آمتا کار میکردم نصف روزه. کسی که اگر از بالای 35 بشن بافوق نتونه بگیره، بافوق که بهش به او تعلق میگیره، حالا قانونی زیر 30 باید بشه، اما برحال دارن یک چیزهایی که میتونن بدن. اگر نباشه چیز به نام، باز دوباره میتونه اگر قبولی داشته باشه جاب سنتری بگیره، اگر نداشته باشه از سوسیال آمت بگیره. باز مسائل دیگه مثلا کنار از این فام وونگلد میگن، اگر تا بچه داشته باشی کیندرگلد میگی، کیندر سوشلاگ میگیری بعضی چیزا. دقیقا، یعنی به خاطر برای کسایی که واقعا میخوان بخونن شرایط زیاده وجود نداره. دقیقا میشه که بخونن. مصطفی، ممکنه بعضی ها که این ویدیو رو میبینن فکر کنن که خودت و یا شاید من خیلی خوشبین هستیم، خیلی راحت در مورد شانس ها اینجا صحبت میکنیم. بیا در مورد مشکلاتی که خودت دیدی بریم کمی صحبت بکن، چون راحت که نیست بری به کلاس و تو بگم بفرمایی سیانس، برو به کلاس، بیا چند روز بعد بگم بفرمایی ماستری. اول از مشکلات زبان بگو بریم، بعد از مشکلات روزهای اول یا سمستر اول دانشگاه بریم و بگو. ببین، من فکر میکنم که مشکلات که همگی دارم، محیط جدید، تو اگر ما از هرات برم به کابل هم زندگی کنیم، از قندوز برم به جلال آباد مشکلات داریم. باز اگر بخوایم یک جامعه کاملا از یک جامعه به جامعه دیگه بریم، 100% مشکلات دیگه به وجود میاد، چون زبان بلد نیم، فرهنگ ما. حالا افغانستان در مقایسه با آلمان مثلا دو جهان مختلفه. به همین خاطر مشکلات 100% روبرو میشن. و این مشکلات، حالا قبل از اینکه بخوام راجع به دانشگاه بگم، این مشکلات شروع میشه. حالا دوست ما اول گفتم داغ یادم نمیفهمیم اینا، محیط جدید خوش میگذره، درد احساس نمیکنی به اصطلاح. دقیقا. بعد از چند وقت خوب میگی که حال به جامعه ها دیگه غربت میایه، به نوعی نه دیگه اون نوستالژی بازی ها میایه، برای چیزایی که ما در مثلا افغانستان داریم اونجا نداریم. اینجا مثلا کل فامیل داری، دوست داری، اونجا نهایتا دوست نفر جدید پیدا میکنی و اینا. و این مسائل متفاوتی که جور بیای یا نیایی، بعد خود آدم هم بتونی مثلا آداپته بشی با محیط جدید. خیلی از مسائلی که من نمیخوام مثلا راجع به اینا خیلی مانور بودم، چون همگی مطمئنا بهتر از من میفهمن، چون اون رو پوستی حس کردن خود اینا درون خود اینا. ولی راجب دانشگاه اصلا راحت نیه. یعنی من بگم که مثلا چون من خوندم دانشگاه یک چیز خیلی سخته و اینا، نه سخت نیه، اما اصلا راحت هم نیه. من سمستر اول، حتی وسطای سمستر دو، یعنی تصمیم گرفتم، با این وجود که ماستری 4 سمستره، من تصمیم گرفتم مثلا دیگه درس نخون. مثلا چرا گفتم میخونم؟ چون میره غم میگی، من آرام آرام دلم میشه که من درس پیدا کنم، باور کن، آرام آرام انگیزه میگیرم از اینکه پاتو. نه ولی خب همینه دیگه، چون من تازه شروع کردم یک سمستر خوندم. ولی آستانه داره، تو اگه بتونی از مرز سمستر اول دوم عبور کنی، دقیقا سختی نه، دوباره باز عادت میکنی به سختی های درس. چون برحال این بعد ما بپذیریم، اگر مصطفی در هرات مثلا درس میخون، حالا روزانه یک ساعت درس میخون یا هفته یک تا درس میخون، اوکی بود با توجه به شرایط استادا و زبان فارسی و اینا، محیط و... ولی ما دقیقا، ما که اونجا که درس میخونیم، ما باید بفهمیم که اگر یک آلمانی یا یک کسی که زبان مادری او آلمانی هست، اگر قراره روزانه 3 ساعت درس بخونه، ما باید روزانه 6 ساعت درس بخونیم. چرا؟ چون ما زبان رو نداریم. دقیقا. به همین خاطر مشکلات زیاد بود. یعنی باور کن از ساعت مثلا 9 کتابخانه باز میشد، لب داشتم باز میشد، کامپیوتر لب 9 باز میشد تا 11 شب. به خدا گاهی وقتا قسمم بخورم
ساعت 9 که مثلا یا 10 و 11 اینا که وارد میشدم، همین سکیوریتی داشته میامد میگفت که میخوام ببندم دیگه، بیا بیرون شم. یعنی میخوام این روزا هم بوده. بعد سمستر 3 مثلا، خب الان سمستر 3 یا در لیسانس که بخونی، سمستر 5 اینا مثلا باز اونا موبیلیتی سمستر میگن، میتونی مثلا پرکتیکوم اینا پیدا کنی، نه راحت میشه. سمستر 4 هم که بعد مثلا تزس و اینا بنویسی، ابشلو سابوت و اینا، ولی راحت نیست. یک کمی آدم جا نزنه دیگه، بگه اوکی راحت شونه خالی نکنه، راحت جا نمیزنه دقیقاً. چون اگر میخواد شانه خالی کنه، همین به زبان هم میشه شانه خالی کنه دیگه. چون خب زبان هم مثلا میگه او سخته، خدای به همون داتیف اکوزاتیف سنگیر میکنه، آدم میگه سخت، اگر گینیتیف که اصلا بمانه دقیقاً. به همین خاطر میفهم کنم که بعضی از مزیت های داره، خب اون نواقص که همون گفته من میگه آگه هم، بعضی از مزیت های داره و فرصت ها برای کسی که میخواد ادامه بده وجود دارم که این کار انجام بدن. حالا بحث کسایی که مثلا تصمیم گرفتن یا ترجیح میدن که مثلا مستقیم هم برم وارد بازار کار بشم، او هم میتونه تصمیمی باشه، او هم بحث تصمیمی که بازار دوست دارم این کار بکنم. یعنی برای کسی که واقعا دوست داره بخونه یک چیز، شرایط مهیا هست. و یک سوال جالب به ذهنم رسید این لحظه، چی رقم بود روزای اول وقتی که تو به اصطلاح افکابه برایتو میدادن که باید بنویسی؟ چون بعضی وقتا ممکنه ما سیانس داشته باشیم بریم درس شروع بکنیم، اما سیانس یک مدرک برای ورود شدن به دانشگاه، برای وارد شدن به دانشگاه. چی رقم بود؟ چیکار میکردی؟ افکابار خوب مینویشتی؟ راحت مینویشتی؟ در مورد بگم. سپاس که تا کنون همراه ما هستین. لطف کنین اینجا رو کلیک کنین تا قسمت بعدی صحبت‌های مصطفی صمدی رو بشنوین.